آقا امیر عیزت خیلی مخلصیم سلام چاکرم برخره این چاکرم من تو این همه مدت هم رو میشتسیم چرا ویدیو نساختیم با هم دیگه این خیلی بده نمی بکنم تقصیر پاشا است علکی میکنه روازی آقا من توضیح بدم به بچه که دارن ویدیو رو میبینن دلیل ساختن این ویدیو رو بهت بگم بعد البته توی مسیر صحبت اون گپ های مختلف میزنیم ولی یه محور اصلی داره ویدیو امروز من و امیر که از داستان یه استوری خودت فکر کنم شروع شده امیر توی استوری آره. گذاشته بودی حالا خیلی استوری دقیق یادم نیست ولی انقدر همزاد پنداری کردم باهاش یهو هم منم هم ریاکشن نشون دادم به ریپلای زدم بعد گفتم که امیر بیا سری ویدیو بسازیم در مورد این چون من خیلی دلم پره در مورد این همین اول ویدیو هم یه توضیح بدم به خاطر اینکه من که اصلا سلطان اینم که خب همه ازم ناراحت شن اصلا شده. تو هم البته همکاریم من هم تو توی دونم. آره, بایده آره. بایده هم تو این موزیکا آره آره تو خوشبختانه دو نفر افتادیم به هم که الان نصف همه دنیا آنفالو اون کن اشکال نه ولی میخوام همین اول بگم که آقا در مورد موضوعی که صحبت میکنیم طبیعتا خیلی از دوستایی من که خیلی هم دوستای صمیمی من بودن و هستن انجام دادن این کارو اصلا دلیل نداره هیچ ربطی به رفاقتمون این چیزها رو تفکیک کنید از همدیگه دیگه من دیگه خسته شدم اینقدر این, این حرفا رو زدم من چون اهل چاپلوسی و اینجور چیزا نیستم و مثلا هر چی باشه تو روی اون آدم میگم پشتشم هم میگم همیشه چوبشم هم میخورم دیگه ولی امروز میخوایم با امیر در مورد یه سری از این اتفاقات تبلیغاتی و کمپین های تبلیغاتی مخصوصا اینستاگرام هنوز فکر کنم به یوتیوب را پیدا نکرده به اسم مثلا رویداد و اینجور چیزا صحبت کنیم که خیلی حرف دارم بزنم کنم امیرم همینطوری باشه من خیلی اولش پر حرفی کردم ولی باید اول خواهی مالی ما میکردم که بگم آقا ناراحت نشید تو رو قرآن باز دوباره باز همه قهر نکنید با ما قهرم کردیدی که چیکا کنم دیگه اگه قرار من میگم اینا رو چیز کن این صحبتات رو یه زینویس کن تو همه ویدیوها با این متحرک آفرین, آفرین. جدی میگم اینجوری بیاد آخه میدونی شد. بعضی وقتا میگن چوبا برمیداری گر... گربه دزده فلان میشه این آره. داستان همینه دیگه مثلا تو واقعا یه کسی تو ذهنت نیست که داری این حرفه رو میزنی خب ولی دید. وقتی حرفه رو میزنی اون ازت ناراحت میشه بعد میگه ای تو بودی واقعا همیشه. آقا اگر موافقی از همین بحث شروع کنیم خیلی رو مخ من حقیقتا یه چیزی که من تازه فکر کنم یه ساله با این پدیده آشنا شدم به اسم رویداد حالا اصلا ورژن خارجیش اسمش چی بوده خب که بعد اینا کردن رویداد تو میدونی نه من از خارجیش شدم نکنم داریم همچین چیزی یعنی <تصم> <تص من نمیدونم ببین قطعا داریم که اومدن اسم رویداد روش گذاشتن خب هیچ چیزیمون که مال خودمون نیست ماشاءالله همه آره. چی کپی داره ولی این کپی هم من احساس میکنم تو کامیونیتی خارجی هم همچین چیزی داشتیم ولی خود جنس کارش شبیه زرین بازی ما ایرانی ها هست فکر کنم دورش خیلی وقت هم هست گذ اگر یعنی اونا داشتن فکر کنم مثلا خیلی سال تاریخ این تموم شده بعید میدونم 100 درصد چون مثلا می سرویس صد صد. مثلا می گفت خالا... تو شروع کارش مثلا فالو فور فالو, فالو داشته ولی مثلا چارده آه. سال پیش <applause> ما مثلا همین چند سال پیش تموم شد ببین میدونیم اولین بار با رویداد چجوری آشنا شدم اصلا اسمش خندم میگیره میگم من با رویداد چجوری آشنا شدم دیدم یکی از دوستام که خب آدم معروفی هم هست یا من آنفالو کرده بعد ما همیشه در ارتباط با هم دیگه گفتم خدا یا بعد قاطی کردم خب نمیستم اصلا رویداد چیه که <applause> قاطی کردم و خلاصه بهش مسیج زدم گفتم دمت گرم حداقل آنفالو میکردی ما ریمو فالوئر می کردی. فلان اینا, اینا. بعد گفت بابا کامبیز رویداد گفتم چی میگه روی چی داده نمیدونم بعد ف... 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 فهمیدم که یه همچین داستانی وجود داره حالا جالب امیر من امروز تو تلگرام نظرسنجی کردم گفتم آه. آقا من میخوام با امیر همچین ویدیو بسازم باورت میشه اون ها نمیدونن رویداد چیه خب من همینو میخوام بهت بگم یعنی کلمه به خدا خیلی, ها نمیدونستن. خیلی زدن رویداد چیه آقا رویداد یعنی اینکه یک یا چند نفری با هم دیگه جمع میشن کمپین یه کمپین آره, آره کیمپینا. یه کمپ آخه کمپینای مختلف داشتیم این رویداده فرق میکنه واقعا میر آره. چه جوری میگه آقا بیاید میگه بیاید شما مثلا پنجاه نفر جمع بشید به ما نفری یا به من نفری انقدر بدید بابت این کار من همه ای کسایی که فالو دارم و آن فالو میکنم شما پنجاه نفر رو به عنوان مثال فالو میکنم و از مخاطبان میخوام که تو این بازه زمانی شما پنجاه نفر رو فالو اگر داشته باشن ما بینشون یه قره کشی انجام میدیم این میشه ذات رویداد اگه جایش امیر اشتباه می میگم نه همینو دیگه هستن آره. آره. حالا تا اینجا ای کار مثلا خیلی عصبانی نمیشم خب میگم اوک حالا تو ما رو کردی که اصلا این حرکت فوله به نظر من میدونی انگا حس میکنم جنده پولی هم تو لیست تو که هر وقت خواستی ما... من منو <applause> میخری اجاره میفروشی. میدن من دیگه یه تایمی آفرین انگا مثلا با من داری بازی میکنی با چهار نفر رفیقت داری بازی میکنی حالا اینا اصلا به کنار کجا مشکل من شروع میشه اونجایی که تو میای توی تبلیغاتت البته در اصل دروغ نمیگی ولی ذاتا دروغ میگی خب تو می اعلام میکنی که آقا ما دوست داری مثلا تو یک هفته صد هزار تا فالوور یا حالا مخاطب واقعی بگیره پیجت ببین اینو که میشنوی به عنوان یک کسی که از سال 2012 خودم میگم اینستاگرام دارم کار میکنم یه هوی جرقه تو ذهنت میخوره میگی چی داره میگه من از 2012 تا 2019 تلاش کردم پاره کردم خودم و شده بودم چه هزار تا با ردلاین شدم دو مثلا 20 هزار تا خب تو چه جوری به قول راوک دختر تو یک هفته صد هزار تا فالوور ارگانیک و واقعی میاری ببین در اصل قضیه تو داری دروغ نمیگی واقعا اون آدما فالو میکنن خب ولی در فرع قضیه کجا داری دروغ میگی که واقعی نیستن یه دروغ میگن در, در اصل یه بخشم،, میگن. یه بخشم دارن دروغ میگن واقعا اونجایی که میگن کسب و کاری هستی که مثلا خیلی فروش نداری تو یه هفته فروش تو چند برابر کن واسه این اتفاق نمیافته این دروغه یعنی در چشای ما نگاه میکنن دروغ معلومه که نمیافته امیر من بیشتر از اون پنجا نفره تعجب میکنم امیر ایزد چرا اون پنجا نفر میان این هزینه رو میکنن رو چه حسابی اصلا من این حرفا رو میخوام بزنم که برسیم به این نقطه از تبلیغات اصلا مربوط به یوتیوب و اینستاگرام و اینا میخوام بهت بگم رویداده که یکی از رو مخترین کارهای ما چه وجهه شخصی که میگم آقا تو چرا اصلا به قول تو پیج تو اجاره بدی رفیقاتو آنفالو کنی دوباره فالو کنی یکم وشه عمومی به نظرم دارید دروغ میگید به مردم خب آقا دارید واقعا دروغ میگید به مردم با این حرفا من یه اتفاقی برام افتاد خیلی جالبه پاشام تو این اتفاق دخیل بود من بدون اسم عنوانش میکنم مربوط به امیر یکی از دوستامون که رویداد داشت ماشاءالله کم نداشتن همشون دیگه منو آنفالو کرده بود پاشا رو هم همینطور یهو من و س... پاشای رو صبح بیدار شدیم دیدیم که رگباری داریم فالو میشیم خب گفتیم اه یعنی چی اتفاقی نیفتاده چیزی نذاشتیم بعد پاشا به من مسیج زد گفت کام 20 دارم فالو میکن گفتم آره یعنی چی گفت میدونی واسه چیه واسه این که فلانی رویدادش تموم شده ما دوتا رو دوباره فالو بک کرده و اون آدما هنوز فکر میکنن این رویداد ادامه داره امیر میفهمیدم در مورد چی به ببین یعنی میخوام بهت بگم واقعی بود این اتفاق داشتن فالو میکردن ما رو حالا مثلا میای تو آه. پیش مثلا نمیبینی خب خیلیاتون هم میشناسید اصلا پاشا رو مثلا خب چرا فالو میکنی <applause> وقتی فکر میکنیم که مسابقه است میخوام بهت بگم این اتفاقی واقعا میفته ولی همین امروز بچه ها تو تلگرام داشتن میگفتن که آقا ما هر کسی رو تو این چلنج ها شرکت میکنیم بلا فاصله بعد از مسابقه شون آن فالو میکنیم این که در درجه اول من یعنی احساس میکنم یه ریزش 90 درصدی اون فالوور دارن حداقل دا اون 10 درصدی هم که میمونن 5 درصدشون اکانت فیک درست کرده بودن برای گرفتن جایزه اون 5 درصد دیگه مثلا اینستاگرام نمیان محمد آقا بهش مسیج زده گفته برو جایزه برو آیفون 15 بگی تقخ زده اونجا فالو کرده خب نه اون 5 درصد اگه بیان حساب... اگه بیان دو سه هزار نفر رو فالو دارن که اصلا گست فالوور میشن درست نه هیچ وقت استوری تو کلا اصلا اون به بیزینس تو ربطی نداره آخر. میدونی چی میگم؟ نه پیج فالو داره چاست اون اومده آیفونشو ببره آیفونی که بعضی وقتام نمیدین <applause> خب اون اومده آیفونه رو ببره واقعا <applause> نمیدن <applause> حالا من در مورد رویداد بحث رو شروع کردم میخواستم به این جایی برسم و چند تا سوالم از خودت بکنم خب من کنار رویداد ما این سری پکیج فروش و اینجور چیزام داریم که سری کلماتی کلیدی الان خیلی مد شده استفاده میکنن که اگر میخوای مثلا رمز پولدار شده منو بدونی کلمه مثلا پول رو برای من الان کامنت کن خب اصلا من نمیفهم این چیزا از کجا میاد این روش بعد واقعا هم همه میزنم پول 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 بابا چرا فکر کنی یه لحظه به اون کاری که داری میکنی خب الان اینو میگن کامبیس باز چرا غور میزن. غور میزنم دیگه حالا من اول میخوام از امیر ایزد یه سال تبلیغاتی بپرسم فرض کن امیر امروز یه برند نوشابه انرژی زازد یه چیزی گفتم که به مدیا ربط بتونی بدی کارو امیر امروز یه نوشابه انرژی به اسم امیر ایزد تولید کرده تو مرحله اول کار تبلیغاتیش 1500 دلار اگر اشتباه نکنم به پول ایران میشه بود 70 میلیون تومان گذاشته کنار میخواد یه کار تبلیغاتی انجام بده یک یا چند تا کار تبلیغاتی چی کار میکردی و با کیا کار میکردی یا با کی کار میکردی امیر با کمپین با چیز ببین حالا واقعا رویداد میذارم رویداد ببین بچه امروز ما گفتیم رویدادمون رو با امیر ایزت بهتون معرفی کنیم ببین معمولا که میرن سراغ ورزشکارا حالا اگه اون ور... از اون دسته ورزشکاری نباشن که مخالف این چیزا نباشن چون سری ورزشکار میگم مخالف این... انرژی زا و این داستانه این میام سراغ اونا میام سراغ کنه که از این کارشون تمیز دیگه حالا این اینفلوئنسرایی که کارشون تمیز خوب تبلیغ میکنن استریمرهایی که خوب تبلیغ میکنن از این نمونه خودم همکاری داشتم یکی از همین محصولات آدامس انرژی داده بود بعد میخواستش اینو تبلیغ کنه اومد پیش خودم من, من گفتم مثلا من یه ایده برای شما دارم من برای اولین بار دو... مثلا موقع انقدر لایو نمونده بودم تا حالا گفتم مثلا اولین بار 12 ساعت لایو میمونم رو توییچ و در طول این 12 ساعت از آدم تا شما استفاده میکنم میگم این داره به من انرژی میده واسه این 12 ساعت و چیزی جز اونم مصرف نمیکنم و کلی هم حال کردن و این اتفاق افتاد اه... چقدر باحال بود ف... آره خیلی هم راضی بودن نتیجه هم خوب شد بعدم بازم کلی همکاری کردیم اه... میرا اینجور آدم ها دیگه استریمر ها نمیدونم تمیز کار حالا تو این 1500 دلار تو خرج یک نفر میکنی یا خ... تقسیمش میکنی به تعداد پایینتر با آدم های مختلف کار میکنی به این بستگی داره ولی اگه بتونم ت... 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 آدم های بیشتری پیدا کنم که خوب تبلیغ میکنن این کارو میکنم ولی اگه نتونم مثلا میام سراغ یه سری آدم خاص که خیلی خوب انجام میدن تبلیغاتو معمولا الانم کم نداریم خیلی بچه تبلیغ میکنن بعد تو ترجیح میدی که به اون آدمه حالا فرض کن که آدمه هم یوتیوبره هم اینستاگرامره ترجیح میدی که تو کدوم پلتفرم بیشتر مایه بذاره برات بیشتر ببین این یوتیوب رو ترجیح میدم و مثلا اتفاقا برعکس این برندایی که میان تبلیغ میدن الان خیلی هم اصرار به تبلیغ رو اینستاگرام همین چند روز پیش تو پادکست مزه که با استریمه رو میذاریم هر هفته اونجا صحبتش بود که بچه ها میگفتن ما هم تعجب میکنیم چرا به شرکت ها میگیم بیاید رو تویش تبلیغ کنید اینو جدی نمیگیرن چون ما لویال ترین مخاطبمون رو تویش و یوتیوبمونه یعنی رو اینستاگرام لویالتش خیلی کمه یعنی مثلا تبلیغی که رو اینستاگرام میکنیم و یا عالم آدم میبینن که اتفاقا خیلی طرفدار جدی ما نیستن خیلی آدم میبینن که اصلا ما رو فالو ندارن ولی رو توییچ و یوتیوب خیلی برعکسه درسته جامعه مخاطبش شاید مثلا حتی رو توییچ خیلی کوچیکتر باشه ولی خیلی مخاطب لویال تریه قشنگ واسه اون برند یه تاثیر خیلی مثبت عجیب غریب میذاره چقدر حرف دارم در این مورد بزنم نوشتم که جلوتر اینو بگم من اصلا یه سوالم ازت میخوام بکنم به نظر تو برنده اصلی رویداد کیه وقتی چند نفر یه رویداد رام میکنن هم اینایی که رویداد ران میکنن فقط دیم. اونا دارن پول میگیرن یعنی هیچ کس همون دید. شد رفت به نظر من, من برنده اصلی یه رویداد کسیه که داره خودش ران میکنه رویداد جوابش خیلی ساده است شما هست. که داری فالو میکنی اونایی که الان دارن تبلیغ میدن به اینا یا مثلا میرن پول میدن که توی اون فالو باشن که فالو بگیرن اولین سوالی که بعد خودش اینه تا حالا کدوم فرد معروف فضای مجازی به این شکل اومده و معتبر شده و مشهور شده یعنی همون کسی که داره این کارو میکنه و میگه بچا بیاید این کمپین خفن رو داریم تو یه هفته فلان قد فالوور میگی خب خودت چرا همین کارو نکردی یا اصلا خودت چرا همین الان همین کارو نمیکنی یه میلیون بشه دو میلیون فالوور خود اونا نرفتن سراغ آفرین. این نصیر. آفرین و من داشتم فکر میکردم که اسم این اپیزود رو میخوام چی بذارم یا بزنم شاید بذارم مثلا یه رویا فروشیه. من به نظرم من این که اینا میکنن و خیلی که کی... واقعا میگی آره، من آره. احساس میکنم اینا که پکیج میفروشن دارن م... م... میخوان به مردم رویا بفروشن میدونی چی بهت میگم و مردم ما عاشق رویا خریدن متاسفانه به خاطر اینکه به خاطر شرایط حالا اجتماعی سیاسی هر چیزی خیلی از رویاهاشون به واقعیت نمیتونه تبدیل بشه یعنی مثلا یه آدم 25 ساله که بیزینس جدیدی زده تو خودش نمیبینه که تو 35 سالگیش تونسته باشه میلیونر از لازم دلاری شده باشه خب میگه آقا بذار من این رویا رو زودتر بخرم بذار این پکیج رو بخرم بذار کلمه پول رو کامنت کنم بذا برم تو فلان شرکت کنم ولی واقعا دو, دو تا چهار راحته به نظر من فایده که نداره چی و واقعا آدم باید براش فقط تلاش کنه هیچ راه دیگه نداره یعنی یه شب پولدار شدن و این چیزا اصلا هندی مگر با کلاهبرداری و یه سری اتفاقات چیزی حالا رفت برگردیم سر اون بحث قبلیه تو میخوام ببینم که به نظر چه مدل بیزینس هایی بهتره که روی پلتفرم یوتیوب تبلیغات بدن و چه مدل بیزینس هایی بهتره که بیان روی اینستاگرام تبلیغ بدن من خودم یه جواب براش نوشتم ولی اول میخوام به جواب تو گوش بدن. به من برداشت که خودم کردم اینه که کله حالا این شکل تبلیغی که راجعش سوال کنیم نه این داستان کمپینای فراموش کنیم مثلا اون که هیچی آره اون که اصلا آره کلیت تبلیغ دادن من فکر میکنم فروشگاه ها مثلا فروشگاه که خیلی مشتری عمومی تری دارن مثلا میگم مثل لباس مثل کفش اینا بهتره ای رو اینستاگرام تبلیغ بدن نیازی نداره توی مخاطب لویال داشته باشی بگی بچه به کفش بخرید مخاطب معمولی معمولی تام باشه ببینه کفش باحال میره میخره اصلا کاری که داره معرفیش میکنه ولی یه سری بیزینس پلن هست که آره نیاز داره به مخاطبی که به تو اعتماد کنه رو تو حساب باز کنه اون خوراک اینه که مثلا تو بفرستیش سمت اون پلتفرمایی که مخاطب وفادارتری روش وجود داره حالا مثلا بخوام مثال بزنم چه میدونم شاید یه مخاطب هزار مثلا در روز کلی تبلیغ ببینه از آژانس های هواپیمایی مختلف از نمیدونم باربری های مختلف خب ولی این چیزهایی که آدم آدما راحت نمیتونن اعتماد کنم. مثلا طرف میگه ای بابا من با با دوباره بخوام با این باربری اساس کشی کنم بیچارهم میکنه ولی اگه یه آدمی که توی فضای مجازی بهش اعتماد داره بگه آقا مثلا من با اینا اساس کشی کردم اساس کشیم خیلی خوب پیش رفت میگه آهان فلانی معرفی کرده من اعتماد میکنم یه همچین چیزی گوش مردم دو اینه که یه آدم معتبر معرفیش کنه سر همین هم واسه اتفاقا جدیدن این پیجای نم دیدیانم مبل فروشی و لوازم خانگی میرن با سلبریتی های کار میکنن که یه مخاطب وفاداری نسبتا دارن چون مردم میترسن که مثلا از, یه جای مبل خرن که مبلش خوب نباشه اینقدر یعنی که مبل اتاق اشکال کردن تو پاچشون سر همینم میرم با این سلبریتی ها کار میکنن و جوابم گرفتن خیلی مثل که تأثیر داره چه چقدر دقیق گفتی باره. که من نوشته بودم بیزینس هایی که در واقع تاثیر فوری میخوان ببینن بهتره که رو اینستاگرام عمل بکنن یعنی یه جورایی شبیه جواب تو هم هست مثلا فرض کن یارو حراج گذاشته خب حراج اصلا به درد یوتیوب نمیخوره چون یوتیوب جواب بلند مدت میگیری تو یوتیوب وقتی تبلیغ داری به یوتیوبر میدی به نظر من داری برندینگ میکنی برای آیندت یعنی داری مخاطب اون آدم رو نگه میده چون یوتیوب این اشتباهی که همه میکنن من این روزا هر کسی برای تبلیغ به این میزنه سعی میکنم بکشونمش فضای خارج از فضای اینستاگرام مخصوصا تو همین بیزینس های مثلا همین هایی مثل همین چیزایی که گفتی که آقا مثلا یه کسی هست به قول تو آجانس داره این یه چیزیه که طولانی مدت و مخاطبه رو لازم داره یه نوبتی نیست یا یه سری کار این شکلی خب من بهش میگم آقا یه بار استوری گذاشتن حتی خودم رو بهش میگم میگم مثلا برای تو فایده اینا 24 ساعت بعد اون استوری حذف شده یه سری آدما اصلا فرصت اون رو ببینن تو اون بازه زمانی ولی تو وقتی اسپانسری ویدیو یوتیوب میشی چند تا فرق مهم وجود داره این خیلی چیز مهمیه الان امیر نشسته اونجا چند میلیون تجهیزات دور و برشه حدودی 500 میلیون تجهیزات دور و برشه که دارین این برنامه رو ضبط میکنه پلاس چندین سال تجربه که اصلا میدونه اینو چجوری ستاپ کنه اون نوره رو چجوری بذاره خب ولی آیا برای اینستاگرام تبلیغ دادن همچین چیزی لازمه نه امیر ایزت کافی گوشیشو بگیره دستش بگه لینک زیرو بکش بالا اگر میخوای فلان بیسار فلان خب من میگم آقایی که داری تبلیغ میدی خانمی که داری تبلیغ میدی شما به این فکر کن وقتی یه کسی توی پلتفرم حرفه‌ای مثل یوتیوب تویچ هر جای دیگه که همه هستن و مخاطب داره تبلیغ میدی نه تنها بلکه داری از تجربه و تجهیزات و هزینه هایی که آدم دیگه کرده چه مالی چه نمیدونم زمانی استفاده میکنی حرفم اینه میدونی امیر ایزدی که امروز نشسته با این کوالیتی داره ویدیوشو میده ها. بعد اسپانسرشیپ اعلام میکنه ده سال کار کرده تونسته به این نقطه برسه تو داری پول اینو پرداخت میکنی و برای همیشه ویدیوت میمونه من اینو دارم سعی میکنم جواب اندازم برای اینکه مردم نسبت به یوتیوب گارد دارن اولین چیزی هم که گارد دارم میدونی چیه دیگه سری ویو رو مقایسه میکنم با ویو اینستاگرام در حالی که اصلا همچین چیزی وجود نداره به نظر من ده هزار تا ویو یوتیوب بنزه صد هزار تا اینستا. یعنی قشن یک دهم ده اونور چیز داره تاثیر داره درست میگم اگر موافقی با من یعنی کسی که ویو... آره 10000 تا ویو تو یوتیوب میخوره معادل حتی بالای 100000 تا توی اینستاگرامه واسه همینم این قضیه خیلی رو مخ منه آقا به قول تو این همه آدم خود تو تو ویک, ویک واچ هر هفته داری کلی یوتیوبر معرفی میکنی با برنامه‌اشون که من نمیشناختمشون خب من به خودم میگم آقا یه روزی بیزینس داشتی به این آدم و با اینا رو باید ساپورت کنی نه اینکه کسی که روزی که 20 تا استوری میذاره به اونم بده ولی اگه بیزینست به اون شکل رب داره حالا خیلی بحث رو جدی کردم میخوام یه کمی زنگ تفریش کنم باد بعدم به گپ کلی بزنیم آقا تا حالا با جنبه ترین کسی که تو ویدیوات نقدش کردی کی بوده همی ریزه شاید حمله کردی قبلش ازان. قبلش من بگم اگه حالا تو ادیت بکنم بشه فیکسش کردی یه ذره ما یه ذره چون دیلی داریم مسخره میکنم بچا بحث خیلی سخت پیش میاد دیلی وجود داره لطف اینکه دوستان همه رو فیلتر کردن اصلا و هر جا میرم باید با سی ثانیه تاخیر صحبت آره. بعد با جمع ترین کسی که ببین چند نفر بودن واقعا یکیش خودت بودی یه دونش مثلا سامسابری بوده یه دونش همین کانال ویجیلند بوده اینا بچه‌ها که با جنبه‌ای بودن مثلا آها. خود سامسابری آره مثلا سامسابری حتی در این حد که مثلا منو دعوت کرد دیسکوردش رفتم رو دیسکوردش ادیتورش هم آورد گفتش هر نکته گفتی همین حالا مستقیم به ادیتورم هم بگو فیکس کنه یعنی این فوری و بچه با چه باحال چه باحال آره این سامسابری رو که میگی یعنی در واقع نقد نقد نقد, نقد توندی بوده نسبت بهش آره نسبت به نقتون که مثلا انتقاد زیادی کردم یعنی ایراداش از نظر من زیاد بود و تقریبا همه ای اونایی که به بعد از به بعد ضبط مربوط بود و فیکس چون مثلا 15 قسمت مصاحبه گرفته بود با یوتیوبرهای مختلف و اکثرش ایرادی بود که بعد بعد ضبط فیکس می‌کرد یعنی علاوه ادیت و ویژوال و اینا حالا اون ایرادی که تو خود ضبط بود که نمیتونست کاری کنه و قبولم داشت ولی همه اونا رو اومد ادیتورش آورد و فیکس کرد. ببین دیدی پلنه تو که من به پاشا اینو میگفتم و پاشا قبول داشت در مورد تو ما خیلی لازم داریم به همچین اتفاقی که تو ایجاد کردی مثلا خود من در مورد پینت بال وقتی تو اونا رو گفتی خیلی فکر کردم و سعی کردم تو اپیزودهای بعدی تا جایی که میشه همیشه این گوشه ذهنم باشه و من همیشه حرفم هم اینه. میگم آقا نقد خیلی باحاله ولی با بی احترامی یک لبه خیلی باریک داره میدونی چه میگم ما چند تا چیز آه. داریم نقد داریم رست داریم رست که با باحال فان اصلا تو تو رست میتونی برینی به کل من اصلا مهم نیست خب ولی وقتی داری نقد میکنی من نقدی میپذیرم که میدونم آقا امیر ایزد اگه داره میگه پینت بال این شکلی این شکلی کار داره میکنه تو این فیلد خودش بلد برنامه بسازه خب ولی وقتی مثلا یو محمد آقا مثلا از فلان جا به یه دونه دایرکت میزه تازه نقدش هم مثلا نصفش فوشه میدونی اون رود فشار میاد بعد جواب بدی میگه انتقاد پذیر نیستی همین ریاکتی ریعکش... که به خود هم داشتم توی تلگرام من هی گفتم بهت خب من میگم آقا نقد کنی هیچ اشکالی نداره مخصوصا اگر تخصصی تو اون رشته ای که ما داریم میسازیم داری اگه کار تصویر میکنی بگو فلان جای تصویرت فلانه من میگم نوکرتم هستم و این نمیشه که تو همجوری بیای چرت و پرتی بندازی همجوری بری که حرفم این بود بله پس اینا که این یکی از سوالام بود سر همین موضوع اتفاقا که گفتیم مثلا طرف تخصص داشته باشه یا توهین نباشه من واسه اینکه خیلی این برنامه واسه مهمه واسه میگم تو هفته شاید 20 تا 30 تا ویدیو میبینم که بعضیاش 3 ساعت 4 ساعت ویدیوه که بتونم ببینم چیا رو بیارم راجع به چیا صحبت دارم و اینا جدا از اون همش دارم سعی می‌کنم اطلاعاتمو افزایش بدم یعنی حالا جدا از اینکه ویدیوهای یوتیوب مختلف میبینم حتی مثلا در مورد کارگردانی سینما و اونجور چیزا که میخوام مثلا یه ذره ازشون یاد بگیرم مثلا اتفاقا بچه ها الان نمی‌شناسی یا نه اکثر موزیک ویدیوهای رپ فارسی و یه سری آدم محدود دارم میذارن مثلا مثلا اکسترا دریمز و عباس SLP و سری بچه‌ها که خیلی کارشون خفنه و دیدم بچه مثلا کلاس کارگردان اینا گذاشتن عباس دعوت هم کرد بهش گفتم مثلا می‌خواستم بگم اتفاقا خودم می‌خواستم ثبت کنم بیام واسه کلاس همه موزیک ویدیو و ایناتون بعد مثلا لوت کرد من دعوت کرد مثلا من گفتم با میام ولی دوست دارم مثلا برم اونجا و بشینم اتفاقا باز یاد بگیرم که تا جایی که میشه نظرم به نظر تخصصی نزدیکتر باشه و از نظر نظری که از روی بی اطلاعی و بی احترامی دور باشه نظرم و همش تلاشم هم همینه دیگه چون خیلی لبه قوس لبهی لبه باریکیه یه ذره رعایت نکنی داری اصلا به کار طرف بی احترامی و بدون این اینکه خودت بدونی آفرین آره سعی همینه که تا جایی که می‌تونی اطلاعات داشتم داشتم پشت فرمون ویکواچ جدیدتو می می‌دیدم اتفاقا تو راه و در مورد ویدیو پوتک که شروع کردی به صحبت کردن من دقیقا یادم روز ویدیو پوتک رو دیروز پیروز که دیدم اون تیکه که اسپانسرش داشت معرفی میکرد یه گفتم امیر قطعا به این تیکه گیر میده <laughs> یا اون تیک چون اصلا صدا رفت اون تیکه و خب. تو مهمترین تیکه ویدیو یعنی تو وقتی اسپانسر رو معرفی میکنی بعد بسته تو بذاری تو اون لحظه دیگه دقیقا. خب حالا احتمالا اینا اشتباهات خودش نیست اشتباهات تیمه چون مثل من و تو فکر نمیکنم خودش دست به آچار اون کاره باشه تو اون لحظه. آره خب اشتباه تیمه یعنی اشتباه آدم است که تو اون لحظه تو بدترین لحظه ممکن مایک خاموش بود خب یعنی این دیگه از این بدتر نمی من تا اون رو دیدم گفتم مطمئنم امیر ایزد یه چیزی میگه و برنامه رو باز کردم باری کلا چه نقد درستی بعد خیلی هم هی داشتم نگاه میکردم گفتم این چون قدیم یه مثلا چلنج هم با پوتک داشته ببینم چه جوری میخواد این حرفا رو بگه که باز دوباره به کسی بر نخوره و اینا دیدم تمیز گفتی اولا مثبت رو گفتی یکم فضا رو آماده <applause> کردی بعد <applause> آره آخه نامسته به جوری شده همه برداشت میکنن که مثلا خب باز دراما این عادت کردن دیگه بعد من واقعا نمیخوام اصلا اصلا دوست ندارم یه دونه ویدیو هم تو برنامهم از روی چینه و ناراحتی و اینا نظر بدم راجبش یعنی همه تلاش هم این نه نمیدی همت. آره نمیدی به نمید. نظر نمید. من خیلی تمیز داری پیش میری قط... ببین من فن برنامه هم یعنی بهت بگم تا میاد هم بزن. یه چیز جدیدی میبینم خب من خیلی ها رو مثل خ... تو نمیش... نمیشناسم تو خیلی آنه. بیشتر میشناسی من اون آدما رو باشون آشنا میشم و از اون طرفم واقعا درست داری میگی دیگه چیزایی که داری می‌گیدی که خیلی بی‌طرف حالا یکی دیگه هم در مورد ویدیو تو بگی تو ناراحت نمیشی که آقا نه امیر خدا مثلا ما نشستیم زربین گفتیم دیگه چیز مخاطبا میگن ناراحت میشم نه یه سری مخاطبا اصلا من مشکلی مواجه شدم دیگه بعد ویک که همه میخوان الان ثابت کنن تو خیلی نمیدونی اگه خودت میدونی پس چرا کارت فلان جوره مثلا کافی الان این لامپ پشت سر من مثلا یه اتفاقی براش بیفته تو چه خودت به پوتک گیر داده چرا نور پشت خاموش شد یعنی دیگه رفته توی حالت مچگیری و انتقام گیری و این بعضی وقتا آزارم میده دیگه و گذره تو مخم. آره خب این تو, تو همه کارا این شکلی هستش تو آره. کاری که به نوعی تو داری قضاوتی انجام میدی داورم براش همین قضیه <applause> ممکنه پیش بیاد آره با این عادت داری قضاوت انجام میدی خودت مثلا قاضیه ممکن روزی ده نفر رو میزه زندان ولی خودش احساس میکنه یه ورود ممنوع بره مثلا میگه نکنه الان یکی از من عکس بگیره بگه تو قاضی ولی اونم ورود ممنوع میره دیگه یه بار تو زندگیش آره. دیگه آره. اینه آقا فکر کن قرار بری یه مهمونی یعنی حالت پارتی این مهمونیه با کدومی که از این آدم رو ترجیح میدی بری و چرا پاشا مجلسی فرهنگ 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 شو آریا کوکسل مدگر با کدوم یکی میری پارتی چرا ببین پارتی دانس زیاده من احتمالا با آریا چوکسر برم فکر کنم از همین مودش بیشتر بی هم مودش فکر بیش کنم بیشتر ب... به من بخوره و سنی هم به هم نزدیک میگم یه سال نه اصلا سن هم سنیم جفتم متولد 75 ام خب ولی در نظر بگی که آریا با خانومش میاد دیگه اونجا تو مهمونی یکم منم هستم منم با نامزدم میرم عجب خوبش اینه که توجه هم خیلی رو آریا جلبه تو وقتی بغله همش آدمی هم هستی برات خوبه دیگه یه سری کانکشن جدید پیدا می‌کنی هم از اون خیلی خارج از دید نیستی خوبه دیگه حال میده آری جلا آری که جل جالب بود من خودم فکر کنم با فرهنگ میرفتم من جدیدن خیلی با کارهای فرهنگ دارم حال میکنم داره فرهنگ یوتیوب رو عوض میکنه واقعا یعنی اصلا داره یه کارهای جدید جه... میدونی خودش به خاطر اینکه تنها کسی که اجازه داره اون شوخی رو بکنه اونان میدونی تو نمیتونی این شوخی رو بکنی اصلا مگه میشه تو با این کسی یارو تو بیمارستان اصلا مگه میشه تو من نگرانی دارم راجع فرهنگ این چه یعنی اصلا نرفتم تو یسانی هم راجع بهش تحقیق کنم نمیدونم کارش آیا تاثیر بدی هم داره یا نه من نگرانی یه ذره راجع اینم هست احساس خیلی کامنت هیت زیاد میگیره ولی امیر قبول کن که باید فرهنگ ما یه آپگرید تو این قضیه بشه فرهنگ آره. ما تو آپشه با <تصفح> <تصفح> فرهنگ ما خیلی آپگریده <تصفح> باید دانگرید <downgrade> بشه <تصفح> ولی ببین وقتی یک آدم معلول خودش میاد با این کامیونیتی شوخی میکنه یعنی چی داره بهت میگه میگه آقا من خودم همونی هم که تو میخوای به خاطرش دفاع کنی خب تو دفاع نکن من خودم اونم رفیقام هم همونن دیگه حالا اگر تو شرایط مساوی با فرهنگ داری پای تلویزیون نشستی و ناراحت میشی از این قضیه که حقم داری آ. خب ولی بدون که اون آدمه یعنی تو باید کاملا همزاد پنداری کنی با فرهنگ اگر شبیه آره. فرهنگی میدونی من میگم خیلی باهوش با داره این کاران یه کار ایز خوب که داره میکنه به نظرم کار قدم خیلی مثبتی که برمی‌داره اینه که من میدونم که تو فرهنگ ایرانو کلا زندگی ایرانی افراد معلول جامعه خیلی دور و معمولا اطرافش خیلی تاریکه یعنی زندگیشون غرق در یه تاریکی و افسردگی معمولا و نگاه بهشون همیشه منفی کلا این همچین اتفاقی افتاده جامعه متاسفانه در حدی که حتی, که حتی مثلا ما تو فیلم های خیلی معروف ایرانی سریال های صدا و سیما داشتیم که مثلا میخواستن مثلا طرفو بگن چوب خدا زد به کمرش طرفو معلول میکردن که مثلا بگن این مثلا کار هست داده آره. خیلی چیز بود. همش اطرافشون بار منفی و ناراحت کننده بود ف... اینو میدونم که الان فرهنگ حداقل یه قدم خیلی مثبت که برمی اینه که داره اینا رو از اون فضا میکشه بیرون یعنی یه زد داره اینکه فضاشون رو رنگی تر میکنه و من خیلی موافقه اینم آره بابا با تو فکر کن مثلا اون دوستاش یا اون اون پسری که دفعه آخر تو بیمارستان بود خب حالش خوب میشه بعد اون اپیزود دهیران. سه روز میشینه کامنت میخونه حالا من و تو عادت داریم هی کامنت میخونیم انرژی میگیریم اون بعد وقتی اصلا ویدیو نساخته بوده که خب دهیران. میاد یه یا انرژی باحال میگیره دیگه اون دوستای دیگهش به قول تو تو جامعه همش یه توی دارکنس خاصی بودن یهو میان بیرون باحال میشه میدونی نظرم کار درستی داره میکنه یعنی ولی قبول دارم که مقداری هارشه و یه مقدار آدما ممکنه که ناراحت بشن حقم دارن نمیگم ندارم ولی بعد یه کمی تحلیل کنن که کی داره این کار خودش انجام میده آقا من خیلی حرف من مطمئنم باز کامنت میزنن کامنت چا پر حرفی میکنی من با خفشم نه باحال اتفاق اصلا بعضی وقتا بحثای شاید یه طرفه باحال تر باشه یعنی به نیاز فکر کنم اوکیه ولی در کل چه خبر خودت خوبی چاکرم ببین امیر من یهو یه سوالی به ذهنم رسید هم برای خودت جواب بده هم برای من به نظر تو کدوم یوتیوبر ایرانی از همه بیشتر از تو بدش میاد یا اصلا کلا با حال نمیکنه و کدوم یوتیوبر ایرانی بیشتر از من بدش میاد بیشتر جالب بود ببین از من فکر کنم فرشاد سایلنت دیگه تنها یوتیوبری که فکر من منو بلاک کرده فرشاد سایلنت من فرشاد من قشنگ بدش میاد بلاکت کرده واقعا آره بلاک هم شده بلاکت واقع. کرده آره اصلا <applause> چقدر با نمک نمیدونستم حتی ریاکشنش نیست ولی <applause> ریاکشنش به درامامون این بود که اصلا منو نمیشناسه میگفت کیو میگید اصلا هو بعد But... آره اینجور موقع اونها هیچکیو کیو نمیشناسن خب من اینجوری بودم که ما بیرون رفتیم تو از ایران خدافظی کردی منو با 5 چار... 6 نفر کلا دعوت کردی بهمون قضا دادی دوران رفیق بودیم میشه نشناسی هو میدونی یکی میگه نمیشستم که حالا چهار تا دایرکت با هم رد و بدل کردن چجوری من نمیشستم یعنی این معلومه که من خیلی ناراحته که اینجوری رفتار کرده بلاکر فکر کنم فرشت خیلی هم ناراحت ولی از تو که خیلی ناراحته خب مانه سخته بخوام تو رو بگم یوتیوبر فکر نگم اتون ناراحت باشم رپر فکر کنم اتون ناراحت یوتیوبر نه یوتیوبر تا دلت بخواد اتفاقا نمیخوام راهنمایی کنم چون خیلی راحته مدگل راحته خیلی راحته فکر کنم مدگل نه نا. مدگل ب... نا ناراحت نیست نه ای دنیا دادرسان فکر کنم خیلی جوابت برای جفتمون <تصفح> کار میکرد منظورم اینه <تصفح> <تصفح> جدی تر شد آره دیگه احتمال <تصفح> آره من فکر می اینجوری باشه آره راست میگی چون میتونه تو همین اپیزود دوباره, دوباره ناراحت شه از اولش میگم دوباره میتونه دیگه البته که ما رو نمیشناسه باز دوباره ولی ولی چون میزان از شهرت بعد به نظرم خیلی جنبه آدمو بیشتر باشه یعنی مثلا تصور میکنم الان وقتی اونقدر مشهوری دیگه بعد خیلی جنبه بالاتر باشه 100 درصد 100 درصد آره میدونی بعضی وقتا یه سری آدمایی کارهای سوسکی هم میکنن قطعا متقابلا یه سری مخاطبا در مورد ما برای بقیه این کارو میکنن ولی مثلا همین دیروز اتفاق افتاد مثلا طرف به فرشاد دایرکت داده بود یه چیزی بهش گفته بود یه نقد کرده بود اونم یه جواب بد بهش داده بود بلاکش کرده بود بعد همون اسکرین میگرفت برای من میفرستاد یا مثلا تو چت میذاش خب این اتفاق البته متقابلا برای خود ماها میفته یعنی آره. این اتفاق هست ولی اونجا دقیقا همون جایی که باید با خودت فکر کنی به عنوان آدمه که آقا این اتفاقات رو باید بهتر هندل کنی میدونی من یه کاری که میکنم که تو پلنت آخرم با پاشا در موردش صحبت کردیم و خیلی مخالف پاشاس کاری که دارم انجام میدم من میخونم و دقیقا به خاطر اینکه کامنت ها رو آره و جواب میدم مجبورم اونا... آره مجبورم اونایی که چیزا رو بلاک کنم خب یعنی اصلا اجازه نمیدم اون بحث ادامه پیدا کنه چون جواب دادن نداره دیگه مثلا تو بخوای یه چیز بی به یارو بگی باز یارو فوشت میده تو با فوش بدی من همون لحظه و یوتیوب چقدر راحتی که تو هاید میکنی طرفو اصلا من, من رو تو کسی این موضوع اینه هم دیگه این, 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 داستان خواهی دو دا که آره. با آخه ببین اصلا دراما نمیخوای دیگه دراما نمیخوای و این آدمه تا ابد دیگه نمیتونه تو چنل تو چیزی بنویسه یه چیزی وجود داره اوه. کام بیزی این موجود بگم این داستان چون من اوه. از این نظر خیلی شبیهیم که خیلی راحت دست به بلاک ما به قول خوبه یه موضوعی هست من چون چند بار اون ورشام هم امتحان کردم مثلا تو توییچ همون که مثلا توی تویش تو توییچ تو میتونی صد نفر رو وی آی پی کنی خب بغل اسمشون یه الماسی میاد من مثلا برای من اگه صد و بیس هزار تا فالوور دارم یعنی صد نفر خب خیلی ویژه است واقعا ارزشمند آره. بعد اه... یه نفری مثلا اومد یه هیت خیلی بدی به من کرد بعد من اینو گفتم مثلا برعکس عمل کردم گفتم تو که اینقدر دوست داری به توجه باشه بیا اصلا وی میکنم کردم بعد وی یعنی گفت دروش دمت کم چقدر با جنبه الان یعنی هر کی بود بلاک هم میشد عشق آره, آره آره بعد آره بعدش آره. طرفدارم خب آره. بعد چندین مورد دیگه هم شد که این شکلی بود بعد اینم یه سری آدم وجود دارن که کاملا این هیتی که میکنن یه هیت اولیه خیلی فانه که تو زندگیشون عادی هستن با رفیقاشون هم اینجوری صحبت میکنن اصلا بعد خیلیاشون اصلا توقع ندارن که تو ببینی یعنی مثلا بالای 20 بار 30 بار شده طرف گفته پشما مثلا ببین پایین این بوده مادرتو فلان بچه که سین کردم بهش پشمام سین کردی من می ریزد خب به من اینجوری هم که نکنه بلی. دارم یه عالم مخاطبی رو از دست میدم با این بلاک و هایده که اگه یه مثلا یه واکنش بهش نشون میدادم اون ارضا میشد و دیگه میشد طرفدار من خب این یه ذره همیشه من دغدغه من دغدغه دارم راجع بهش دیگه ناراحتم حس دارم یه عالم مخاطب رو از دست میدم که حالا مدل اونا اینه دیگه دیگه لایف استایلشون اینه کارش نمیشه کرد نظر چیه خیلی باد موافقم حالا مالتون میره تو لیست بلاک هایده مال من میره تو لیست بلاک هستی. <applause> <applause> <تصفيق> ولی <تصفيق> ولی خیلی باد موافقم اینو تجربه کردم ولی هنوز به اون شعوره نرسیدم که اون لحظه خودم کنترل کنم خب آفره. ببین آخه دو حالت داره به این پاشا نمیخونه خیلیا رو و خب نمیبینه این خیلی راحته خب یه مثلا این سری دایرکتور باز تو وقتی میخونی نمیتونی نبینی آخه امیر آره. خب و از اون مرحله بعدیش بدتر اینه که ببینی که داره بهت بی احترامی میکنه و باز دوباره تو بخوای بهش کردیت بدی من میفهمم تو چی میگی کاملا با موافقم خب آره. امتحان میکنم از این به بعد اصلا قربون صدقه شون میرم ببین بعضی روزا یه هم... <تصفيق> <تصفيق> من شانس آوردم امیر ایزت شانس آوردم که اینستاگرام آپشن آن بلاک آل نداره من بعضی روزا صبح قهوه رو میذارم مهربون میشم وا, من هم این کار میکنم وای وای میگم دوست دارم امروز روز بخشش عمومی باشه همه رو دوست دارم بعد نمیتونم آن بلاک کنم که <applause> یکی دو بار تو به استوری بذارم بگم آقا راهش چیه من میخوام امروز همه رو آنبلاک کنم از همه جا من امروز میخوام آدم خوبی بشم فلا اینا ولی دیدم همچین آپشنی نداره برا بابا <applause> <من تصفيق> پیام پایامناش... من بیشتر بیشتر هیت تو تو پیام ناشناسم میگیرم به پیام ناشناسم کلا خیلی فعاله خب من اصلا اولین جایی که مخاطبم ارتباط میگیرم پیام ناشناسم چون 100 درصد سین میکنم و 100 درصد یه واکنش نشون میدم معمولا خب بعد همه دیگه اونجا هستن با ما صحبت میکنن بعد بیشتر هیت هم هم اونجا میگیرن بعد لامصب این گزینه یه چیز داره امبلاک آل داره بعد من یه به قول تو صبح پا میشم امروز روز فوال یه یا هم میکنم ببینید از شروع میشه دوباره همون گوه رو میخوره یارو اصلا این قصد واقعا زندگی سخته شده ولی آفری من نمیدونستم اون رو هم داره چه باحال اگه اصلا اینستاگرام که ایرادش هم هست یه ایرادم داره پیام ناشناس یه نفر دستت میخوره اشتباهی بلاک میکنی بعد همه رو اون بلاک کنی تا اونم اون بلاک شه چون ناشناس دیگه نمیتونی یه نفر آه آه بر... تو ببین تا کجا رفتی یزید من اصلا در این حد حرفه‌ای بودم تو این قضیه تو ببین چقدر بلاک کردی میدونی آره بابا آره، آره خیلی نه من این آخه ببین بعضی وقتا این قضیه برای تو هم زیاد پیش میاد برای پاشان پیش اومده این چیزی بهت میگم طرف یه احترامی میکنه بلاک میکنه یا یه چیز چرت و میگه میره رو مخت بلاکش میکنه تو اینستاگرام سه ماه بعد یه یه دختری پسری مسج میزنه میگم از طرف دختر خاله مسج میزنم خیلی چ... مثلا پیج شما رو دوست داشت بعد میگم که خب خانم حتما یه کاری کرده بلاکش کردم میگه نه گفته هیچ کاری نکردم میگم مثلا خانم امکانه من دستم که نمیخوره یارو رو بلاک کنم که حتما یه... بعد میرم ب... بعد بدبختی مال اینه کسی اگه راهشو میدونه تو میدونه بهم بگو من نمیتونم دوباره یا رام بلاک کنم برای اینکه خیلی میره پایین تو اون لیسته خب او... آره پیدا کردن یعنی سخت من دیگه نمیتونم پیدا کنم بعد هیچ راهی نداره نمیتونه برات کامنت بذاره نمیتونی پیجشو سرچ کنی بری اون بلاکش این باگ به نظر من آشغال او... اینستاگرام آشغال آقا من میخوام دو برم طرف آن بلاک اصلا آقا اگر راه حلی کسی داشت که برای من این زیر کامنت کنه که من آن بلاک آل تو اینستاگرام کنم فردا صبح همه رو آن بلاک میکنم فکر کنم یه سری بات وجود داره و اسمش به اکانت همچین کاری میکنه فکر کنم اینو مطمئن نیست بگید آقا من همه رو من فردا صبح از اون روزای مهربونم امروز هم حالا خوبه <تصفح> همه رو آن بلاک کنم رو بلا فاصله <تصفح> اینم چیزی هم هست من چون خودم هم یه دوره از زندگی مثلا 14-15 سالگی این کارا کردم واقعا خب من میدونم که واقعا یه بخش واقعا <applause> میتونه سرگرمی وجود زندگی من مثلا میگم یه وقت رفتم مثال میزنم و سر یه چیزی اصلا به مثلا به شاهی نجفی داری که دم چرت پرت گفتم ولی پ... پس فوشم خیلی دوستش داشتم اگه بهم توجه میکرد فوشه پاک میکردم فهمیدم آره این دوره هم فهمیدم آره چی میگی تجربه کردم نگرانم هست میدونم خیلی ها اینجوری هیت میکنم داری درست میگی خوشبختانه متاسفانه و اینکه میدونی داستان چیه کاش میشد ب... یعنی این اتفاق فکر کنم تو چند سال آینده میفته با هوش مصنوعی یا هر چیز دیگه کاش میشد واقعیت اون آدم رو ببینی فیسش رو ببینی موقع کامنت گذاشتن شاید به آره. قول تو با سه تا از دوستاش نشسته داره مثلا پیک میزنه اینو برات نوشته میگم نوشت شاید اصلا تو تو اون لحظه مثلا چکت برگشت خورده مغز تخمیه یارو با سه تا دوستش داره پیک میزنه اونو برات نوشته فکر کرده الان کامبیزم میخنده دیگه مثلا میدونی من این قضیه خیلی برام پیش میاد مثلا یارو به من دایرکت همین دیروز هم زیاد بود مثلا چون موامو زدم خب یارو آره. نوشته بود که شبیه ان شدی بعد تو پرانتز آره. شوخی خب <تصفح> دقیقه آفرین <باری. تصفح> خب داداش من الان کجا کو... تو قبول کنم شوخی کردی من شبیه ان شدم بالاخره نمیشه شوخی کنی ولی فوش بدی به من که خب <تصفح> <تصفح> منم نمیتونم به, من <تصفح> به تو جواب بدم که مثلا مثلا فلانم دهنت تام شبیه فلان شدی شوخی <تصفح> خب نمیشه که آقا شوخی نکن خب تو اون لحظه شاید من حسابم تخمیه تو اون لحظه میدونی؟ من میگم من فکر کنم بلک میرر این مثل شبیه بلک میرر یعنی در آینده احت… احتف... احتف... اتفاقا یه چیزی میاد مثلا اون یارون بالا فیلینگش رو نوشته که این چقدر چند درصد هیتره میدونی مراسمیک... مثلا وقتی زده 20 درصد هیتره هر چقدرم بهت فوش داده میگی ولش کن آره راست میگی واقعا همینه ببین یه دو تا دو تا به نظرم دو روی یه سکه است اونم اینه که یه سریاشون از رو صمیمیت زیاد دارن این کارو میکنن چون خیلی هم با ما صمیمی میدونن خودشونو بعد شاید ایجا یه جایی ما مقصر هم هستیم چون کلا زندگی لایف استایل یوتیوبرها و اینفلوئنسرای مدلیه که خیلی از بخشای زندگی که با آدمای صمیمی زندگیشون در, در میذارن و با مخاطباشون هم به اشتراک میذارن بعد یهو طرف احساس صمیمیت میکنه یهو مثلا تو موهات میذاره میگه ریدم دهنه چرا مثلا زشت شدی بعد تو بر این بر میخوره خب این بخش از صمیمیت طرف بعد این یه دوگانگی واسه آدم ایجاد میکنه که نمیشه دلش کرد ولی من خودم حالا دیگه چند بار پیش اومده مثلا از مخاطبایی که میشناختمشو من به قولتون میدونستم که دیگه 20 درصد طرف شات هیتر این آماره که گفتی من میدونستم طرف هیتر نیست ولی ازش ناراحت شدم بهش گفتم ببین من به تو طالب احترامی نکردم تو هم ارتباطات با من این شکلی نگهدار اگه من طالب نگفتم ریدم دهنت تو هم نباید بگیریدم دهنت خب اینو تو چند بار به کامیونیتیم گفتم خداش اوزش بهتر شده یعنی میگم من درک کنم چقدر با من میان خب ولی میگم صمیمیت رو اون شکلی نگاه کن بهش که من اگه اون حرفو به تو طالب نظرم تو هم به من نزن یعنی یا مثلا خیلی هاشون میان در مورد حتی مسئله شخصی من نظر میدن مثلا میان راجبه یه دوست دخترم راجب گربه من من میگم مثلا من نمیام تو زندگی تو راجب دوست دخترت نظر بدم خب تو هم نظر نده شما مثلا یه سری چی میدونی اگه شما اون هیتره که براش میدونی چیه به تو نه نه باون. هیتره که براش مهم نیست جوابش, جوابش میدونی که تو پیجه تو داری میذارین اون نه نه اون که میگه جوابش اینه که, که تو پیج تو پابلیک داری برای من میذاری من دلیل نداره برای تو بذارم نه میگم میگم, میگم اون آدمی که دوستت داره که این جوابو نمیده قانع میشه میگه راست میگی بابا دمت گرم آره من میگم اون که حالا میخواد هیتت کنه اینو میگه میگه اگه آره پس تو هم پیج دوست دخترت پرایوت اون که اون کاری ندارم خب میگم اونی که دوستت داره میفهمه چی داری میگی ولی بعد این ساینم بهشون نشون بدی ببین بگم خیلی حرفات رو من تاثیر گذاشت جدی بهت میگم من میخوام ایش اعلام کنم الان واقعا داشتم به فکر میکردم و کاملا جز به جز داشتی درست میگفتی امیر خب و من میخوام از امروز یکم روی کردم و نسبت به این قضیه عوض کنم من خیلی خیلی حساس بودم روی این قضیه و اولین کاری که میکردم برای اینکه مغزم و آروم نگه دارم سریع ایگنور کردن و بلاک کردن یک آدمی که داره انرژی خیلی بد منفی زیاد میده نقد نه نقد خیلی باحال نقد درست بکن بگو صدات خر ولی از امروز این کارو نمیکنم تا این مدتی که بتونم یا شایدم تا همیشه هم اون کارا که امیر گفتو میخوام بکنم یعنی سعی میکنم اگر هم داری بیان بی احترامی میکنی با شوخی ردت کنم اگر دیدم بی احترامی تو تکرار میکنی دیگه اونجا جاییه که نباید باشی با من ولی من الان تحت تحت حالا دیگه یاد نگیرید الان بیاد فوش کشمون کنید بگیرید همینجوری شوخی بود ببین الان گپ تلگرام اینجوریه من خب این یه سری مادریتور دارم بچه ها خیلی خلاق کاره عجیب غریب میکنن اما مثلا گپ من به لطف بز... بگم یوسف رضوی عزیز مادریتورم مثلا یه باتای آورده عجیب غریب کام بده مثلا به آدما مثلا میتونیم تا پنج بار وارن بدیم بعد بند بشه طرف بهش فرصت میدیم قبلا درجا بند میکردیم عین ماشین منه آره از آه. به طرف آره اختار میدیم آف مثل آفر مثلا سلف درایو کنم اینجوریه بده اختار میده دیگه حواست آره. این هم اینجوریه پنج ما مثلا چیز میکنه اه... حالا کارت زرد یعنی آره دقیقاً من یه تایمی من حالا چیز کردم تو کانالم هم همه این ریاکشن های روی پست باز بود لایک و دیسلایک لایک و همه چی بعد هی دیسلایک میگرفتم بعد اینم مثلا تو کانال های دیگه هم خیلی این اتفاق میفته مثلا ملت کم دارن این کار بعد این تو مخه من رفت من اصلا اعصابم خورد شد فشاری میشدم واقعا بعد اینو برداشتم فقط ریاکشن های مثبت بود دیگه گفتم آقا ز... زندگی من چرا باید چیز منفی وارد بشه فلان بعد آ گذشت همین چند روز دوباره بازش کردم دوباره بازش کردم دیدم همینجوری دیسلایک دارم میگیرم خب بعد گفتم آقا من این سوال دارم واقعا اگه انقدر هیتر و منتقد تو کانال من هست من یه وایس چت میذارم هر کی خاص بیاد بالا ببینم حرفشون چیه به طرف میومد بالا اینجوری میکرد من یه نقدی بهت دارم گفتم جانم تو خیلی کم استریم میذاری دهن سرویس و دیدم مثلا یارو فان هستن آفرین اصلا, اصلا دوست هم داره داره مثلا دیدم مثلا اون تو عالم خودش اون دیسلاکی برایش بازیه من این دارم هرس میخورم آیا من منفور شدم من اشتباهی کردم قصه میخورم من اصلا بابا ببین دو نفرم نیومدن بگم مثلا ریدم تو دهنت آدم عوضی هستی همشون با من حال میکردن حالا یا واقعا نقد داشتن یه دیسلایک کرده بودن یا مثلا طرف مثلا اینجوری که دهنت سرویس خیلی کمکاری ببین بابا خب دهن سرویس من ببین من دقیقاً تجربه همه. کردم من دقیقا تجربه کردم چند وقت پیش نمیدونم نه گفتم آقا کسی اگه منتقده من میخوام بشنم باش حضوری پادکست بگیرم منتقد درست حسابی خب و دقیقا چند نفر مسیج دادن گفتن ما منتقدیم گفتم دمتون گرم برو بریم چی داری میخوای بگی و اینو از الان بهم بگو بعد دقیقا هم این که تو زدی مثلا گفت مثلا چرا دیگه برنامه فضایی نمیگیری گفتم خانم تو اینو بیا بگی به عنوان منتقد تو برنامه مثلا اولی نفر خودت هیت میگیری که تو چه جوری منتقد منی با این جمله خب اینکه این, این نقد نیست داری مثلا نظر میدی و چقدر حرفای باحالی داری میزنی اینو این حرفا به درد بچه‌ای که تازه دارن یوتیوب و اینا رو شروع میکنن خیلی میخوره برای اینکه منی که این همه سال تو اینستاگرام و اینا هستم الان خیلی به حرفات فکر کردم و اینکه راست میگی دقیقا شبیه اون داستان منه که اون چیزی که میبینی اون چیزی که ثبت میکنی اون چیزی دهید. که اون لحظه اون آدم فکر میکنه شبیه اون چیزی نیست که تو تو این لحظه داری میخونی شاید, هم شاید. از همون داستان چیز دیگه می را... خیلی... تو روابط هم خیلی اتفاق میفته اونایی که حالا روابط مثلا لاین دیستنس خیلی دارن که بیشتر چت میکنن و اینا اکثر دعواهاشون اینه که طرف با یه حس اشتباه چت رو میخونه بعد اینا مجبور میشن آفدی. که از ایموجی آفدی. بیشتر استفاده کنن تو رابطشون <تصحابه> که حس رو درست برسونن یعنی اینم همونه دیگه آفد. ما با حس اشتباهی میخونیم به نظرم کلا با حس اشتباهی نگاه میکنیم با حس اشتباهی میخونیم و کلا به نظرم انقدر آدم عوضی نداریم تو فضای مجازی که ما فکر میکنیم یعنی من حس میکنم مثلا اگه دو هزار تا عوضی رو, رو بلاک کردم چون واقعا 50 تاشون من عوضی نیستن آقا من اصلا میخوام توبه کنم کجا پدر کجا پدر رو من میخوام برم من میخوام برم خدا بشورم اصلا اینا که میرن تو دریا میان بیرون من... دریای <تصفح> اینستاگرام کجاست من میخوام خرج کنم یه وس... مثال منی... دیگه باز داشتم کامبیز ببین بیرون شما حالا شما استانبول هم چه جوری چقدر از فالووراتون میبینید تو تهران یا ایران کلا خیلی, خیلی برام پیش برای من خیلی پیش میاد یعنی با یه آدمی مثلا با اندازه فالوور من حتی رو اینستاگرام و اینا با شهرت اندازه من خیلی زیاد میبینه یعنی مثلا من اصلا باور نمیکنم یکی مثل میا یا آریا کوکس توی تهران بتونن راه برن چون وقتی برای من اینجوریه برای اون قطعا غیر ممکنه بعد اینقدر تو ببین انقدر دیدم که باورت نمیشه طرف میگه حاجی خیلی هیتراتم ولی دمت کن، مثلا خیلی باحالی یا مثلا طرف بیا جلو دارش خیلی مثلا باحال حال کردم آها ببین پیش اومده توی جمعی بودیم که مثلا این ایونت های مثلا رپر ها اینا کنسرت ها رفتیم اونجا طرف مثلا از دور یه ذره من یه 10 دقیقه نگاه کرده رفتارم رو دید و دیدو اینا من افتادمش من واقعا یه چیز دیگه فکر می‌کردم بعد دایرکتش هم میاره مثلا فقط فوش داده ولی خیلی باحالی من می‌بینم اصلا اینقدر اون هیتا های شلوول و سستی که اصلا یه فرصت بهشون بدی حل میشه یه ذره شل کردن دی حالا نمیگم من الان اصلا به یه ورم هم نیست بازم امیر ایزد ناراحت میشه نمیدونم حالش گرفته میشه ولی اینجورم که یه فرصتی به آدما میدم کلا هم تو اشتباه کردن هم تو هیت کردن رو من خیلی تاثیر گذاشتی جدی به خارج از شوخی یعنی الان به عرف... چون من, من شبیه خودتم تو این داستان ولی تو الان مثلا این, جو... این داستان ایرانو که گفتی پاشام همیشه به من میگه خب پاشام میره ایران میاد و یه جمله به من همیشه میگه کامبیز تو روزی میفهمی تا الان چیکار کردی که بری ایران میگه الان نمیفهمی کامبیز کام خیلی, کام خیلی حس عجیبی هم هست و آه. همیشه این برای من چیزه میگم خب چیکار کردم که الان میری رو نمیکنی ولی مثل که تو ایران این شکلی نیست به هر حال مثلا یه کافه میری لطف دارن آه. میان و فلان اینا حالا کاری ندارم اینجا تو ولی این جمله که تو گفتی خیلی مهمه چون من تجربهشو ندارم نمیدونم به قول تو مثلا خیلی وقتا میاد ممکنه من تو میتینگ چند بار ریس تجربه کردم مثلا یارو بعد اینکه با من رفیق شد میگفت مثلا حال نمیکردم اولا باهات خب و آره. این همون اتفاقی که تو میگی و هیچ کار جدیدی هم نکردی که بخواد حال کنه فقط دیدتت میدونی فقط دیدتت فکر میکنه دیگه باهات حال میکنه در حالی که تو همون آدمی هستی که تو یوتیوبت آره. خیلی حال کردم من از امروز تصمیم گرفتم آدم جدیدی بشم ولی <تصحنت> 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 حال میده آره حس خوبی داره تجربه کن باحاله آقا من دو سه ماه دیگه یه ویدیو بات میگیرم اعلام میکنم که نتیجهش چقدر... ب... از بقیه باید بپرسم آره میپرسم خدایش یه دونه چیز میذارم سه ماه دیگه چهار ماه دیگه ببینم چقدر جواب داده واقعا بعد بعد با, با کامیونیتی هم تمرین بکنی اینها مثلا من خودم میگم به بچه‌ها یه وقتی مثلا تر باشید خیلی ها نمیدونن حرفشون تاثیر داره نمیدونن دارن... آفارین. آره میدونی اینم هست واقعا نمیدونم من خودم میگم مثلا بعد یه فرقی هم میکنه تو وقتی میگی و میبینی اونجوری رفتار میکنن با خیال راحت تری بلاک میکنی اینم بهت بگم نه میدونی اون دیگه خیلی آره میدونه و داره این کارو میکنه خیالت راحته امیر خیلی حالات حرف زدنم اون خیلی خوش گذشت حالا بچه اگه کامنت کنید اگه میتونید چجوری من میتونم واقعا گفتم دروغ نگفتم میتونم بلاک کنم کامنت کنید این زیر دایرکت بدید بهم بگید اگر رای هست نمیدونم رباتی چیزی براش هست من این رو انجام میدم دمتون گم و امیر دمتون گرم خیلی این جدی رو مرسی که دعوت کردی با هم صحبت کنیم بعد بچه اگه حالی کردید ما با هم ویدیو گرفتیم عدد هشت رو کامنت کنید ببینیم چند نفر حال کرد و تو و تو رویداد جدیدمون حتما خواهش آن کلمه رویداد برامون کامنت کنید که اگه ندیدیم آفرین کلمه رویداد برامون کنید و خیلی خوب بود فکر کنم بحثمون سعودی بود هر چه جلوتر رفت جذاب تر شد آره آره خیلی باحال بود دمت گرم من وقت گذاشتی جدی قربونت برم خیلی چسبید قربونت برم دمت گرم شما و قربونت برم خدا نگهدارتون